درود بر شما، دانا بینا هستم و با بخش خبری در چند دقیقه روز ششم می 2021 از رادیو تورنج کانادا از شهر زیبای ونکوور در خدمت شما خوبان هستیم. دانشمندان و محققان دانشگاه تورنتو با توجه به تحقیقاتی که انجام دادند معتقدند که با توجه به جهش‌های صورت گرفته در ویروس کرونا، دوز سوم واکسن کرونا نیز نیاز خواهد بود. وزیر آموزش و پرورش اونتاریو اعلام کرد که از سپتامبر آینده که مدارس آغاز می‌گردند، دانش آموزان همچنان اختیار خواهند داشت که از خانه به صورت آنلاین درس بخوانند. وزیر آموزش و پرورش در مورد اینکه در سال تحصیلی کنونی دانش آموزان چه زمانی می توانند به آموزش حضوری در مدرسه برگردند پاسخی نداد. استفن لچه وزیر آموزش و پرورش گفت این تصمیم به والدین دانش آموزان اجازه می دهد که از همکنون برای سال تحصیلی آینده برنامه ریزی کنند. مقامات بهداشت استان بریتیش کلمبیا امروز اعلام کردند که تمامی افرادی که در سوپرمارکت‌های منطقه فریزر ولی مشغول به کار هستند می توانند بدون نوبت واکسن کرونا دریافت کنند. استان منیتوبا از بالاترین آمار ابتلا به ویروس کرونا از دسامبر سال گذشته تا کنون در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در شبانه روز گذشته در استان منیتوبا تعداد 363 نفر به ویروس کرونا آلوده شده و 4 نفر جان خود را از دست دادند. اداره آموزش و پرورش شهر سوریه از استان بریتیش کلمبیا امروز اعلام کرد که تمامی دانش آموزانی که در این منطقه تحصیل می کنند و در مدرسه احساس می کنند بیمار هستند می توانند کیت آزمایش تست کرونا را با خود به منزل برده و تست را در منزل انجام دهند. دو مسافر که اخیراً وارد فرودگاه بین المللی تورنتو شدند به اتهام ارائه نتایج جعلی تست آزمایشی کووید 19 با جریمه بیشتر از $1,000 مواجه شدند. در خبری که صبح امروز پنجشنبه منتشر شد، سازمان حمل و نقل کانادا اعلام کرد اولین مسافر به دلیل تغییر نتایج تست کووید 19 پیش از پروازی از جمهوری دومینیکن به تورنتو در 8 فوریه $2,500 جریمه شد و مسافر دوم نیز که در تاریخ 3 اپریل از آمریکا به تورنتو پرواز کرده بود به دلیل مشابه با جریمه $6,500 روبرو شد. و آسمان استان بریتیش کلمبیا روز جمعه 7 می ابری و بارانی با بیشینه دمای 14 درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین امروز حواله دلار کانادا با میانگین نرخ خرید 17700 و فروش آن با 18250 تومان در بازار مالی معامله شد. از اینکه همراه ما با رسانه مرجع پارسی زبانان کانادا هستید سپاسگزاریم. رادیو تورنج، تبسم زندگی.